سلام خدمت همراهان همیشگی سازمان مهاجرتی پرشین مایگرنت. من الهام جزائری هستم، کارشناس امور مهاجرتی، و در این ویدیو میخوام با شما عزیزان در مورد ویزای ساب کلاس 188B صحبت کنم. ویزای 188B یا همون اینوستر استریم یکی از بهترین راه‌های مهاجرت به استرالیا است. کشور استرالیا با جمعیتی حدود 25 میلیون نفر و وسعتی بالغ بر 5.7 میلیون کیلومتر مربع یکی از مقاصد جذاب برای سرمایه‌گذاران در سراسر دنیا به حساب میاد. وجود بیش از 20,000 شرکت خارجی در استرالیا نشون دهنده توجه ویژه سرمایه‌گذاران در سراسر دنیا به این کشور هستش، چرا که استرالیا یکی از راحت‌ترین کشورها برای راه‌اندازی یک کسب و کار جدیده. این ویزا به افرادی تعلق میگیره که قصد دارن مبلغ حداقل 2,500,000 دلار استرالیا رو در یکی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در کشور استرالیا سرمایه‌گذاری کنن. این ویزا پوینت بیست و امتیازات شما باید حداقل به 65 امتیاز برسه. مدت اعتبار ویزا 5 ساله و جز اقامت‌های موقت استرالیا به حساب میاد. ولی در صورتی که شرایط ویزا رو رعایت بکنید، میتونید اقامت دائم کشور استرالیا رو اخذ کنید. همونطور که اشاره کردم، ویزای 188B یک ویزای پوینت بیست هستش و فاکتورهایی که به شما امتیاز میدن شامل سن، دارایی، گردش مالی و سابقه سرمایه گذاری شما هستش. لازم به ذکره که در این ویزا سن متقاضی باید زیر 55 سال باشه. البته در شرایط خاصی برای افراد بالای 55 سال هم امکان اقدام وجود داره. همچنین میزان دارایی های شما و همسرتون باید حداقل معادل 2,250,000 دلار استرالیا باشه که این دارایی ها شامل اموال منقول و غیر منقول هستن. در این ویزا نیازی به نمره زبان ندارید و فقط یک آیلتس اوورال 4.5 در مرحله ویزا کفایت میکنه. شما با ویزای 188B میتونید به همراه اعضای خانوادتون به کشور استرالیا مهاجرت کنید و به مدت 5 سال میتونید به صورت نامحدود ورود و خروج داشته باشید. هزینه صدور ویزای 188B برای متقاضی اصلی معادل 6085 دلار استرالیا و برای همسر و همراهان بالای 18 سال معادل 3045 دلار استرالیا و برای فرزندان زیر 18 سال معادل 1520 دلار استرالیا است. از اینکه با ما همراه بودید از شما متشکریم. برای کسب اطلاعات بیشتر میتونید به آدرس وبسایت ما persianmigrant.com مراجعه کنید یا با شماره های شرکت تماس بگیرید تا همکاران من در بخش مشاوره شما رو راهنمایی کنند. با ما همراه باشید، چرا که تا پایان مسیر در کنار شما هستیم.